با نام و یاد خدا شروع میکنیم و با ذکر صلوات. خوش آمد میگم همکار جدیدم، خوش آمد میگم تشریف آوردین، خوشحالم کردین. توی جلسه قبل که دومین جلسه کارگروه پیاده سازی استاندارد آردی بوده، مصوباتی داشتیم به این شهر. در ابتدا که اعضای جدید کارگروه به گروه های ایمیلی و واتساپی اضافه شدن، دومی مصوبه تشکیل کارگاه آموزشی اعضای محترم کارگروه در تاریخ 16/4 بود که خوشبختانه برگزار شد به همون تاریخ و امروز هم دومی جلسه را خواهیم داشت. مصوبه سوم ارسال و نشر پوسترهای تهیه شده به تعداد 20 نسخه در دو کتابخانه. توی کتابخونه ما که نصب شده، حالا توی دانشگاه شهید بهشتی رو نمیدونم. مصوبه چهار ارتباط با کتابخونه های بین المللی بوده. ارتباط با کتابخونه های بین المللی که آقای دکتر زین العابدینی توی جلسه قبلی توی جلسه آموزشی مطرح کردن، بحث شد در موردش که این که ظاهرا خیلی تمایلی نشون ندادن. آقای دکتر فرمودین مصوبه پنجم ارسال کاربرگی کتاب فارسی تایید شده دانشگاه علامه در گروه واتساپ که خانم قاسمی زحمتش رو کشیدن و ارسال کردن در همون تاریخ. مصوبه ششم تعیین فیلدها با بس آمده پایین کاربرگی کتاب فارسی که بازم خانم قاسمی زحمت ارسالش رو کشیدن و توی گروه واتساپ ارسال کردن. مصوبه هفت بررسی کاربرگی کتاب فارسی در هر دو کتابخانه جهت تایید کاربرگی نهایی. اینو توی کتابخونه ما که تایید شده است، حالا نمیدونم شما بررسی کردین که و آخرین مصوبه ارسال جداول تطبیقی یونیمارک و FRBR 2008 و لینک عناصر RDA در گروه ایمیلی بوده توسط خانم فرد حسینی. من بله الارم رو دیدم. جدول تطبیقیه، جدول تطبیقی رو نفرستادین خانم فرد حسینی؟ انتخاش خودش تطبیق مارکو من این آخری بود آقای دکتر؟ قبلیه این جلسه نه دوم آقای دکتر، یعنی که ما دوم هم اونجا هستی؟ بله قبل هستی. چه تاریخ بوده؟ تاریخش آقای دکتر 26 خرداد. بله مصوبه قبلیمون بررسی کاربرگی کتاب فارسی در هر دو کتابخانه جهت تایید کاربرگی نهایی که این فکر کنم یه جلسه مشترک بخواد، یعنی که حالا ما که اونو کاربرگ خودمون رو تایید کردیم دیگه، حالا همکارام انجام بدن. حالا چی مونده از این جلسه؟ چی مونده؟ تمام مصوبات انجام شده آقای دکتر. این یکی نشده. این یه دونه و آخری هم نشده. جدول تطبیقی جدول تطبیقی یونیمارک و FRBR 2008 که میگن چون کارگوش هم خیلی کوتاه سمد وسط خیلی چیزی صدا سمد نخوزی نیست یا جمعه را دیگر دارم.
یوتیوب هم میذاره خانم شعره بود بشید یکی یکی هم داره خب بعد یک هم وقت بعد خیلی مفید نیست از زمان انگلیسی شاید همه دوستان باید در دوستان سخت باشه برای $65 هم بود نه فردی شده باید یعنی یه گروه فهم شده باید شده باید یه سروش سخت باشه باید در دوستان برای این چیز برای ما یه که باز کنم خب موضوع این جلسه سوم هم توی جلسه قبل تعیین شد تعیین بار هم بله الان اومده از فیلینگ چی داری؟ موضوع این جلسه نه حد تعیین گام های گام دومه یعنی تدوین جدول تطبیقی یونیمارک FRBR 2008 و RDA برای تعیین ویژگی های الزامی FRBR این گام دوم بعد FRBR آمده ویژگی های الزامی علاقه نیا خرشت الزامی FRBR آقای دوست بدم بهتون همین اداره نداشت خوشبختانه هم جلسات برگزار شده و هم کارگاه آموزشی برگزار شده.